و شما میگن که من ایره میخورم، کل گزینه ها را خودتان انتخاب میکنن، وزنتان، قدتان، عمرتان، درآمدتان. این که از شما او را ست کنین دیگر نیاز نیست یک نفر بیا پرسان بکنه، همه کس اون را میفهمه. من فکر میکنم که یک پروفایل که مقبول بر خود جور بکنین و اهداف ما دیگر روشن است. اهداف ما همین است که ما بیایم و پیرامون موضوع تومارنویسی و پیرامون ایالات متحده خراسان حکومت در تبعید که از ما برنامه داشته باشیم و صحبت بکنیم و از یک دیگر که از یاد بگیریم و همین گونه است. و دوستان شما میتوانند این را در لایف ها شریک بسازند. کسایی که ما را در یوتیوب میبینند میتوانند که از در بیگو BIGO بیگو لایف LIV یک اپلیکیشن است، شما میتوانند ما را پیدا بکنید، عبدالعلی فائق. و باشگاهی را که ایجاد کردن زیر عنوان ایالات متحده خراسان، در اینجا یک مجموعه صحبت دارن. و کسایی که در تیک تاک هم از دوستان میتوانند که ما را بیاین اینجا ببینن. خب زنده باد خراسان بزرگ، خراسانی عزیز. ساسانی عزیز، اگر شما پرسش داشتین دقیقا پیرامون کدام موضوع دولت ما در خدمت هستیم برای شما پاسخ بدیم و از طریق شما برای شنونده های شما و دوستای ایرانی که علاقمند هستن و مایک در خدمت شما هست. بله بله ممنون استاد. سوالی که من داشتم، من سوالی که برای بحث سیاسی داشتیم، اقتصاد خراسان خون نوینی که ایجاد میشه، اقتصادش رو شما چگونه و با چه الگویی میخواد پیش ببرید؟ بله. بله بله بله. البته ایرا با کمال اخلاصمندی و با کمال صداقت بگویم که نظام اقتصادی در خراسان یک صفر کلان است. این مبالغه هم نیست، اغراق هم نیست. یعنی ما یک نظام اقتصادی یعنی سیال و پویا هیچگاهی نداشتیم. نظام اقتصادی یا economical system in خراسان is a patrimonial system. patrimonial system چی است؟ patrimonial system or economic patrimonial system بر نظام گفته می شود که این نظام انحصاری است. اگر واژه دیگر استفاده بکنم به نام egalitarian political setup است. egalitarianism به معنای دربستگرایی است. یعنی 90% از من 10% از شما. ولی در خراسان اون گونه نیست. این جهان عربی است که 90% از من 10% از شهروندها، ولی در خراسان میگه 99% از من و متبقی گور پدرشان. و کتابی است که چرا کشورها سقوط میکنن، Why nation fell. Why nation fell؟ او کتابی است که چرا ملت ها سقوط میکنن. در اونجا چرا ملت ها سقوط میکنن؟ وقتی که سیستم انحصاری میشوه، سیستم خانوادگی میشوه، سیستم کرزایی و اشرف غنی احمدزایی میشوه. پس اونجا که از وقتی که انحصار میشوه، قدرت فامیلی میشه و تباری و قومی میشه و دیگه شما لا جرم که است دنیا به گند میره. مثلا ما برای شما نایجیریا رو بگویم. نایجیریا یکی از معتبرترین و یکی از ثروتمندترین کشورها در افریقا است، مانند جنوب افریقا. ولی why Nigeria cannot be prosperous country؟ Why the economy is so down؟ به دلیل اینکه نایجیریا توسط الاغاها مدیریت می شود. نایجیریا is run by donkeys.
خراسان is run by donkeys. اینجا مشکل اساسی است. مثلا دیگه نمونه برای شما ببینیم، کشورهای قفقاز، کشورهای آسیای میانه. چرا مثلا رشد سنگاپور یک رشد سرسام‌آور و دیوانوار هست، ولی رشد قزاقستان، تاجیکستان، ازبکستان تهی است؟ به دلیل اینکه نظام انحصاری است. این مهم است. پس به این دلیل وقتی که نظام اقتصادی را روسها و بریتانیای کبیر من مبنی بر آشریزم بود، آشریزم یعنی همیشه تو باید اندپندن نباشی، باید دپندن باشی، یعنی دستت باید دراز باشه. We have independent business owner. We have dependent business owner. IBO, DBO. کشور ما DBO بوده. IBO بوده. پس به این معنا که ما چه کار کردیم که این کشور از این حالت مخمصه اقتصادی و رکود یعنی خطرناک است ایجاد بکنیم، که قدرت باید از دولت گرفته شود و به طرف ملت پرتاب شود. نظام بازار مطلق آزاد، نظام بازار آزاد مطلق ما مطرح ساختیم. ما فری مارکت داریم و ابسولوت فری مارکت داریم. یعنی فری مارکت، بازار آزاد در کشور ما بنام بوده، در کشور همسایه بنام است، بنام است. مردم سالاری در کشور همسایه بنام است. در کشور ما مردم سالاری بنام بود، حتی در زمان حزب دموکراتیک خلق افغانستان امی مردمایی که میگفتن حزب دموکراتیک میگفتن، نمیفهم. خب چی بود اونجا؟ خب اونجا هم که هست، صادقانه براتون بگویم که نمیگفتن نه ما دموکراسی نداریم، ما میگفتن ما دموکراتیک ترین. مثلا خود حفیظ الله امین میگه ما دموکرات هستیم. ولی چه نوع دموکراسی؟ دموکراسی قبیلوی. چه نوع دموکراسی؟ دموکراسی که اسم الله عمری. چه نوع دموکراسی؟ دموکراسی کرزایی. چه نوع دموکراسی؟ دموکراسی ما نمیفهم اشرف غنی احمدزایی. همه چیز به گند کشیدن و همین گونه که از شما در لیبیا میبینین، همین گونه شما در مصر میبینین. این مردم سالاری نیست، این غوغا سالاری هست. و نظام اقتصادی بستگی داره به نظام غوغا سالارانه. اگر نظامتان غوغا سالارانه باشه، به این معنی که شما هیچگاه تقلا و شکوفای اقتصادی مطلق نداری. خب ما چی کار کردیم ساسانی عزیز؟ ما آمدیم اول یک ریفورم بکنیم. یعنی ریفورم چی معنا؟ ما آمدیم اول که هست یک ریفورم بکنیم. البته ریفورم هم نیست، ما آمدیم بنیاد اساسی اقتصاد خراسان که هست بگذاریم. ریفورم زمان شما میکنین که یک سیستم آمده باشه و اون سیستم هم ما سیقل کاری بکنیم. سیستم وجود نداره و پس به این دلیل که هست ما آمدیم یک سیستم ایجاد کردیم و الگو برداری ما از سنگاپور است. چرا؟ سیستم سنگاپور خوب است به دلیل اینکه سنگاپور یکی از کشورهای چهار ببر آبی هست و تایوان، چین، ژاپن پیش کرده. درآمد هر سنگاپوری بیشتر از بریتانیایی است، یعنی 1.5 الی 2% که از بالاتر از یک بریتانیایی است. در بریتانیا درآمدها تقریبا یعنی مینیممش کمترش 25,000 در سال هست. خو این حالی مثلا 25,000 پوند که است، اینه میره 1.5-2 بکو 50,000 در سنگاپور است. دو برابر بریتانیا درآمد یک شهروند است. 4.5 الی 5,000 درآمد در ماه هست از یک سنگاپوری. پس ما نظام سنگاپوری را برای تکافوی تمام شهروندهای خراسان مطرح ساختیم. و چرا از دبی، چرا از بریتانیا، چرا از امریکا، چرا از آلمان، چرا از سوئیس رو برداری نکردیم؟ به دلیل این که دو نوع ما مالیات داریم در نظام دولت داری. یکی به حساب مالیات شخصی است به نام پرسنل تکسیشن، یکی از به نام کوپراتیو تکسیشن و مالیات دولتی است، مالیات مثلا تجارتی است.
پرسنل مثلا تکسیشن یا مالیات شخصی در بریتانیا بسیار بالا هست. شما کار میکنین تقریبا چاره که پولش بعضی آقا نیم پول برای کشور بریتانیا میتن، ولی در دبی هیچ گاهی که از اونجا مالیات شخصی نیست. پیسه تو هم پیسه تو هست، پیسه دولت هم پیسه تو هست. ولی در دبی 7% مالیات تکسیشن، کوپریتیو تکسیشن میگره 7%، 7%. ولی در سنگاپور که از تکسیشن 7% نیست، 5% است. و دبی خوبی در ای است که خود پول دبی یا دینار درهم فلکچویشن که اصلا نداره، هوسان نداره، همیشه استاد هست، هیچ نه پایان میره نه بالا میره. این گارانتی ضمانت شدگی است. و مسئله انفلیشن و افلاس هم که است، در اون یک نظامی که پولش استاد باشه کم اتفاق میفته که کشورها به طرف افلاس برون یا انسولونس شون. پس به این معناست ما چیکار کردیم؟ از سنگاپور الگو برداری کردیم و در سنگاپور یعنی نقطه که از دیگر کشورها ممیز می سازه، شما در سنگاپور تنخواه فکس ندارین که مثلا ساسانی $50,000 در سال درآمد داشته باشه. نه، اون گونه نیست. و مسئله تنخواه مسئله رقابتی هست. شما میتونید $20,000 در ماه دلار درآمد داشته باشین، شما میتونید در $2,000 درآمد داشته باشین. و خوبی دیگه است که در قانون اقتصادی معاش مثل بریتانیا آوره یعنی مینیمم کمترین معاش در اینجا هست، در اروپا انتخاب است. شما از او پایان نمیتونین که از کار بکنه، اگر کار کردین کار خلاف قانون کرده. ولی در سنگاپور اونگونه نیست. نظر به توانایی، نظر به شایستگی، نظر به لیاقت و نظر به سلیقه کاری شما در پول دریافت میکنه. این خیلی برای من جالب است و به این دلیل هم که از چی میشوه اینجا اگر رقابت سالم به وجود میایه. وقتی که رقابت سالم به وجود آمد و شما میتوانین صادقانه کارهای بزرگی را انجام بتین و برای مسئله تنخواه و همچنان تعداد میلیونرها نسبت بر هر کشور دیگر در سنگاپور هست، 10 فامیل یک فامیل میلیونر است. این دیگر چیزی که یعنی بازم یعنی سنگاپور از دیگر کشورها فرق میدهد مسئله اختلاس. نه تنها اختلاس وجود ندارد، بلکه اختلاس به شکل سرسام‌آور و دیوانه‌آور و ریشه‌ای کاملا منهدم شده و از بین رفته. مسئله بسیار بیکاری اصلا در سنگاپور نیست و مردم هم که از بیشتر بالای دولت اتکا نمی‌کنند، چون اشتغالزایی و مارکت کار بسیار بسیار رونق داره و شکوفایی اقتصادی بیداد میکنه. و گذرنامه سنگاپور نسبت بر هر کشور دیگر که در اولویت قرار داره، سال 2023 ژاپن بود. 172 کشور شما میتونستین سفر بکنین. سال 2024 سنگاپور شده، شما میتونین که 173 کشور با گذرنامه سنگاپور که در رده نخست قرار داره. این همه برمیگرده به اقتصاد یک کشور، به امنیت یک کشور و همچنان به شکوفایی اقتصادی فرهنگی. چیزی که بسیار مهم است در نظام سنگاپور و مسئله الگوریتم، مسئله عقلای هوشمند هست که به شکل مادوار و به شکل منهج درآورده شده و بودجه تخصصی هم بیش از چند میلیارد هست، که یعنی هر دانشجوی که فارغ التحصیل میشه باید artificial intelligent و یا اینکه عقلای هوشمند هم که است متخصص باشه یا یکی از مضمونای اساسی و مهمش است. به این دلیل که است ما اقتصاد بازار آزاد مطلق که است داریم. یعنی بازار آزاد به این معناست که دولت هیچ گاه تشبث نمیکنه در کالاهای وارد شده و در کالاهای صادر شده، در مسائل گمرک و در مسائل کارهای مثلا تبادل اسعار و تراکنش مالی و چرخش های مالی. هیچ دولت حق نداره که در این تشبث بکنه و مداخله مطلق بکنه. ولی این یک بخش از قضیه است. وقتی که شما بازار آزاد مطلق میگوییم، به این معنا حتی
دولت نباید درباره این فکر بکنند. ما این گزینه دوم انتخاب کردیم و انشالله در این مورد که هست در بحث‌های بعدی که هست میشتر میگپیم، میحرفیم و چرچق میکنیم. این بود نظام اقتصادی ما در دولت ما ایالات متحده خراسان ساسانی عزیز. بله بله، من چیزی که فهمیدم خب اصطلاحات اقتصادی که به کار بردید برای مشاهده مطور سنگین بود، اما اون چیزی که فهمیدم بودا بر حسب تحقیقا و چه هست که در اون دولت باید بکنند بازار سیاه بودشه. صدایتان بسیار پخش است، من نمیشنوم. صدایتان خیلی پایان است، اینجا دوستان هم نمیشنوم. من اینترنت اینجا بد جون مشکل دارم، یه بار پایین میرم دوباره میرم. بیا بالا بیا، یک بار خیلی پایین بیا. درسته مشکل اینترنت نیست، من مشکل نیست کم بلندتر هر بزن. ما فکر میکنم در صاحب دوستایی که پایین رفتیدن اونا را بالا بریم چون چوکی ها وسط هست خودش نمیتونم. بله بله بله، اینه ما شما را مست خراسان اضافه کردیم. دوستا بیاین بالا، بیاین کسایی رو باش ما برشان دوباره دعوت بفرستم. خود اگر میتونم تاییم کنیم که خیلی شما را مصرم بودین ولی من نمیفهم چی گونم چی میشه برای کسی که خلاح ها در بکار نکنن اون بالا پایین کنم کنم مدیراتورا نمیتونم فقط به بکار مدیراتورا میتونم که لایف ها بلاک دوستایتان بلند بکنید، میتونید یوسف خان اینجا آمده نایی فامیل خان شرک خواست بیاریم بالا، اگر تو هم نسیلی کرد کرد باز پاهم میبریمش، برای یوسف خانم میاریم، یوسف هم در درجه سوم میبریمش. یوسف هم وقت عزیز من در بیت لایف آمد و من هم پیدا نتونستم بکنم. در بیت لایف آمدی برام عبدالعلی فایق که هست چی بکو پیدا میکنی برام عبدالعلی فایق؟ عبدالعلی فایق در پیدا میکنی برنامه ایالات متحده خراسان کس بیایی اینجا گروپ هست. خان عزیز، یوسف خان عزیز بفرمین شما کدام پرسش دارین مرد بزرگوار؟ مایکش بسته است. ما مایک تباز میکنم خان عزیز. خان استر خان نه مایک تم باز شد. خان بفرمین. خان عزیز السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خداوند به نفع جور صحبتان باشه. سلام و درود فراوان و تک تک شما تقدیم بدارم دوست عزیز. دیگه دوست عزیز خصوصا عبدالله جان گل معدم تک تاک ویدوهای تر میبینم، خواستم که در اینجا در لایف با شما امیدی بدر شرکت داشته باشم. دیگه بازم اگه چیزی چی گپ بود مثلا اگه کدام بحثی بود انشاءالله ما میپردازیم، کدام گپ نیست فعلا منتظر میباشیم به خاطر دوستای دیگه. اگه که صحبت داشت، که سوال داشت، باز ما صحبت نکنم. عالی است، عالی است. میشه یک پرسش شخصی بکنم؟ خان عزیز از کجای خراسان هستین؟ زبانتون چی است؟ برادر عزیز ما الله میخوان بخوش و سرحال باشه، کلی دارم منتظر جواب میباشه، منتظر سوال جواب دوستانی باشه، انشاءالله انتباری میبنیم. عالی است، عالی است. دوستای عزیز اگر شما بله پرسش داشته باشن، من عمران عزیز، ایمان عزیز خوش آمده مرد بزرگوار، من گویای تباز میکنم. بفرمان شما میتونن پرسش داشته باشه. ایمان عزیز جدید هم هستی فکر میکنم، من را بالا بیار. سلام آیدی عزیز 31 38، دست خیلی بالا بکنن که من شما را بالا بیارم. دستان بالا میکنن که من شما رو بگم. درود بر شما ایمان عزیز، خوش آمدی مرد بزرگوار. سلام علیکم استاد عزیز.
استاد ما فقط در مورد همون بحث اقتصادی که شما کردن یک سوال دارم، میخواستم که یک مطلب برای این چیز شو روشن بشه. اگر بحث مالیاتی، خب ما در داخل آلمان از ما مالیات میگیرن که مثلا باز سیستم دولتی را چرخانی بشن، این که در دولت خراسان اگر کسی مالیات نگیره یا مالیات کم بگیره دولت خراسان کجوری میتونه به خود حال باشه؟ بله بله، من فهمیدم. این پرسش بسیار یک پرسش مهم است و واقعا پرسش خیلی چی هم هست، جانانه هم هست. پرسش ایمان عزیز این است که میگه اگر شما مالیات کم بگیرین و خود این دولت هاست مالیات میگیرن و از این طریق خود کمک میکنن، سر پای استاد میکنن، و اگر شما میگین که ما مالیات کم میگیریم، خیلی باز از کجا دولت ها بسا تکافو کننده شهروندشان میباشن، چگونه شهروندها را کمک میکنن؟ این پرسش خیلی عام کردن و برای من قابل درک است. خراسان پی جی آر عزیز میتونی بالا بیاین بچه ها، کسایی که درفش قاوره دارن میتونین بالا بیاین، هیچ مشکل نیست که امینجا باشن. خیره اگر مصروف کارم میباشن مدام اینجا، بعد از او دوستان که اگران فلم میگیرن خوب است که اینجا کل درفش ها باشن، معقولتر و زیباتر معلوم میشه. در مورد مالیات من برای شما یک چیز بگویم که خیلی مهم است. مثلا دولت ما ایالات متحده خراسان، حکومت در تبعید ایمان عزیز، هدف اساسی ای است که وقتی که شما چه رقم دبی از سال 1979 رشد میکنه، به دلیل این که تمام تمرکز دبی نفت گازش نبود که از مثلا اینا استخراج بومی داشته باشن، و تمام تمرکزشان این بود که از خارج که از متشبثین و سرمایه گذارهای خارجی را جذب بکنن. بامین دلیل هم که از نظام را که اینا مطرح ساختن، نظامشان بسیار یک نظام پایان بود. از نگاه ببینید تکس وجود نداره. آخر انگلیس ها چرا میرون دبی؟ ژاپنی ها چرا میرن دبی؟ امریکایی ها میرن چرا میرفتن دبی؟ به خاطر تو کار میکنی کل پیسه در جیبت میاد، در انگلیس کار میکنی کل شمالیات میتی، همین گونه در تجارت. خب اینا گفتن، اینا خب یک هدف دیگه هم داشتن که سیاحین یا بساب تجارار متشبسین اینا جذب بکنن. ما هم این گونه عین تقلید ما داریم در داخل خراسان میکنیم. مثلا درست است ما از دولت مالیات نمیگیریم، فکر بکن مثلا کمپانی، بزرگترین کمپانی چی؟ مثلا چپ سازی، چپ های مثلا تیاره، چپ های مثلا کمپیوتر. فکر کن ما تسلا را که هست مثلا داخل خراسان جذب بکنیم، یک تسلا در داخل خراسان، مثلا شمالی بزرگ، مثلا تخار، بامیان، یک منطقه خراسان برای تسلا بکنیم، اینی آب، اینی هوا، اینی باد و اینی اقتصاد، اینی امنیت، اینجا بیا و لیبر و کارگر هم که بسیار ارزان، شما با $100 هم میتونین. خب وقتی که تسلا باز کرد برای ما درست است 5% میتن، حتی ما تکس را کنجا معرفی کردیم کاملا متفاوت از سنگاپور، متفاوت از دبی است. خب وقتی که تسلا بیایه هیچ مالیات نمیده. اگر ما 2% مصرف، فکر 2% برای من کس مالیات بده، ولی اینجا فکر کو هزار نفر کارگر داره. وقتی هزار نفر کارگر داره، اینمی هزار نفری که در اینجا هست در اون منطقه هست، یه هزار نفر که هست آیا نان میخره؟ بله. آیا اتاق کرا میگیره؟ بله. آیا روزای جمعه، شنبه، یک شنبه میره و داخل شهرهای مثلا باغ و بالا و نمیفهم خیرخانه اونجا شاپینگ بکنه، بره و سودا بخره؟ بله. آیا این که از پول خود برای کشور خود از طریق وسترنیان، از طریق اکسپریس، از طریق بانکای ما میفرسته؟ بله. شما فقط از نگاه مالیاتی نمیتونین پیسه بگیرین، ولی دیگر راههایی را باز میکنین که از اونهایی که در اونجا کار میکنه شما که از پیسه درآمد داشته باشین. خوب متوجه باشین، وقتی که مثلا اینجا کار میشه میگه ولی ما جای کار میکنیم مالیات صفر است. خب اینمیز مردم دیگه، مردم را جذب میکنه. شما مثلا 1,000,000 کارگر داشته باشین،
و این یک میلیون کارگر من باور کامل دارم، یعنی چرخش مالی خراسان هم قدر که هست اینا بسرعت بچرخانن که باورش سخت باشه. من این رو میدونم. افزون بر این نقطه و خود این کارگرهایی که از خارج می آیند سودا می خرند، بله از این طریقه ما می توانیم درآمد داشته باشیم. آیا اینمی مسافرها در مسئله سفر می کرند؟ بله. موتر می داشته باشند؟ پترول می اندازند؟ بله. تکت تیاره می خرند؟ بله. از هر طریقه ما می توانیم که از درآمدهای داشته باشیم که از مالیات مهم نیست. یعنی این یک انسنتف هست، یعنی یک چیزی است که شما جلب میکنین، مثلا مشگیر واری است شما مثلا جلب میکنین، ولی دیگر چیزها هم که هست باز بالای اینا شما میفروشین. من برای شما بگویم در یک دکان که شما میروین، از اون دکان شما ممکن که هست یک دونه شامپو نیاز داشته باشین، ولی میبینین که دکان مناسب است، دکان خوب است، اخلاق خوب داره، چندین چیزی هم میگه، در آخر میگه اوه من با یک شامپو اومدم، من چند چیز دیگه را خریدم. میدونین چه میگم؟ اینی هدف اساسی ما، یعنی ماورا تکس است، نه خود تکس و مالیات. کار را که سنگاپور کرد، کار را که دبی کرد و کار را که بسیاری از کشورهای فعلا دارن انجام میتن، ولی وقتی که به مرحله بریتانیای کبیر میرسیم که بیش از 200 سال اینا اقتصادشان خیلی محکم و قدرتمند است، مثلا آلمان میرسیم، با وجود اینکه بریتانیای کبیر و آلمان اگر سیستم اقتصادی خود اپگرید بکنن بسیار پول مصرف داره و بسیار جنجال داره. پس به این معناست که ما آغازش از این میکنیم و دیگر برنامه های خیلی بزرگ دیگر برای جلب جذب متشبسین، برای جلب جذب سرمایه گذارها در قسمت سیاحت، در قسمت مثلا کوگردی، در قسمت مثلا انرژی، خصوصا باد خراسان، خصوصا که از مثلا آب خراسان، خصوصا که از آفتاب خراسان، خصوصا که از میوجات خراسان، خصوصا که از کوهایش مثل علپ سوئیس واری است و شما میتونین با ای از استرالیا مردم یا از امریکا مردم سر سایه ای هم سایه را خوب بگذار، به دلیل این که آب و هوای ما یعنی چهار فصل استاندارد ما و شما داریم و چقدر زیبا هست. مثلا کابل فقط کابل پلوشن داره، آب و هوایش مخلوط است، خراب است. از این منطقه خیرخانه که حرکت بکنیم بریم مثلا به گلدره و شکردره، والله جنت است، خاک نیست. یعنی پلوشن به معنایی که مثلا در یک کشورها هست بسیار کم است. آب و هوای مثلا میفهمین که از ما و شما آب و هوا مثل ایران وارد طبیعی است، برف است، مثلا دریای سالنگ، دریای پنجشیر، دریای کوکچه، دریای گوناگونی که ما داریم کلش از برف است، مثلا دریاچه های علب واره، کوههای علب واره، ولی از اینا سو استفاده یا هیچ استفاده نشده، سو مدیریت شده و اینا را ما و شما بیاری از دان ستر در داخل خراسان که هست انجام میتیم و به بسیار سادگی و به بسیار آسانی. ما که 35 36 37 یا 40 میلیون نفوس داریم، ولی تریلیون و تریلیون و تریلیون دلار در بطن خراسان با وجود در مناطق شمال در کوههای اندوکش و پامیر که است مدفون است. افزون بر این در مناطق جنوب ما داریم مس، آهن داریم، طلا داریم، در مناطق مرکزی خراسان که هزارجاد است مکمل. ما و شما که از بسیار بسیار ثروات طبیعی داریم، نظر به آخرین کاوش های ناسا که 7 سال اونجا کاوش کرده و تحقیق پژوهش کرده، ارقام دقیق در دست ماست که با تریلیون، نه میلیون، نه بیلیون، با تی کپیتال ان 18 دیجیت که از داره، تریلیون دلار که از در بطن خراسان دفن است و ما گرده های خود میفروشیم و ما اطفال خود میفروشیم و شوربختانه شما حالت اقتصادی رو میبینین که اصلا دیگر وجود نداره. به این دلیل که از ما مالیات شخصی را، مالیات تجارتی را کاملا منعدم شخصی را میکنیم مثل دبی، سنگاپور، ولی در قسمت مالیات ممکن 2% الا فی 3% که از تبدیل میکنیم انشاءالله. بله دوستای دیگه اگر کسی پرسش داشته باشد ما در خدمت هستیم. بله
دوست گرامی، من میخواستم یک چیز دیگر هم اضافه کنم، چون دست خدا بالا کردم دو بابتی با قبلی شما صحبت میکردم، نخواستم مزاحمت صحبت های شما شوم، صحبت های بجایی طبعی نداریم دوست. بله 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 بله. دوست عزیز ما یک سوال بسیار خوب کرد، به خاطر از یک اما شما وضعی پردازیم شاید با هم امید بدری بس ما تواب بشه، ولی ما میخواییم مختصر یک چند کلمه بگویم که ما بتانیم امید بدر کشور خدا یا هموطنه خدا امید بدر از این فقر و از این بیچارگی ما نجات بدیم، اما تلو شد فکر باید باشه. با گفته خودت محترم بزرگوار، اگر مثلا ما و شما کمره واقعا بسته کنیم، واقعا یک کمی مغز خدا باز کنیم، انسان هر کاری که بخواه میداند با حکم خداوند، نیت صاف و مهنت و امو زحمت را که میکشه انشاءالله تعالی خداوند تعالی اجر از او را میداند. دوست عزیز ما اینجا یک سوال کردن، گفتن که مالیات نگیرن و چرا قمی حکومت یا بلاخره قمیدی به درمی خراسان کبیر یا هر چیزی که هست با مرمی که هستی را شما پیش میدن. سعی کنید دوست عزیز، کشورهای هست مثلا افریقا یا اروپا یا امریکا یا استرالیا چند کاری که در دنیا وجود دارد، اونها مثلا مثلا فرض مثال امی جرمنی رو بگیم هیچ چیز نداره، مثلا اگر بیاین طرف سیدن بیاین سیدن غیر سنگ هیچ چیز نداره، میوه نداره. اگر ما شما یک فضای امنیت داشته باشیم در افغانستان به میلیون ها میلیون ها فامیلی بدر گفتی برادر ما کنورد نه سایدانی نه تورست نه فامیلی ما میتونیم فامیلی بدر از اون پولایی که تجارت میشه میره مثلا طیارهای ما هست یا مثلا زایم پرواز میکنن و مالی ضرورت نداریم. چرا ما شما یک کشور غنی داریم، یک کشوری داریم مثلا امریکایی ها در افغانستان که آمده بود یک نفر عادی را فامیلی از $200 گرفتن تا $2,000 فامیلی ماش میداد. یوسف جان ما خراسان میگه، مامور خراسان بگو مرد بزرگ خوب تربیه، ما خراسان میگه. خیر به هر صورت بله، وقتی که اونها اونجا آمده بودن اونا مالیات نمی گرفتن، هر جایی که می رفتن پولای سفریش نمی دادن، پولای رانایش نمی دادن، پولای گردش نمی دادن، مثلا پولای رخصتیش نمی دادن، اونا از اونا مالیات نمی گرفتن. چی از مردم داخلی بودن، چی از بیرون آمده بودن، مصری ها آمده بودن، ترکا بودن، پاکستانی و هندی ها، کل افغانستان هزار رقم مردم بود، کلش کارگر بود، ولی از یک کسی مالیات نمی گرفت، اضافه هنوز می داد. بخاطر از این هر کشور به نیروی جوان ضرورت داره، مثلا در 2016 همین مرجع را که کشورهای اروپایی باز کرد به خاطر چی؟ به خاطر از این باز نکرد که فامیلی بدر هر کی بیایه و فامیلی بدر بگرد و اروپا را بکشه و اون استسیال فامیلی بدر گفتی از اون تا 2002 تا 7000 یورو دلار رو بالاخره تا کرونا تا 72000 اون مصرف میکنه، این مثلا یک بنا ماجر هزار جایی که بود مثلا به حساب از اون میگرفتن از اما ملل متحد یا البانک جهانی به خاطر یک دارم ماجر اینا از اینا مالیات نمی گفتن، از اینا می دادن. وقتی که آل مثلا سر کار شده آل از نبشان مالیات می ما شما اول فامیلی بدر یک فضای آرام رو یک شرکت جور کنیم یا بالاخره اون سیلان هایی که می آیم تورست هایی که می آیم دیگه بعدش ما می تانیم فامیلی بدر که کشور ما جور مالیات هم باید بگیرم، چون کشور ما آرام هست، کشور ما جور هست، ما ضرورت نیاز به کارگر دیگه نداریم، وقتی کسی که نه کارم میکنه یا کسی که از داخل کار میکنه از اون بازم میتونیم نداریم، کشور ما دیدی رقم جور میشه دیگه، کدام راه دیگه طریق دیگه وجود نداره. بفرمایید دوست عزیز اگر مزاحمت باشه بخشش باشه بگم. دوستان عزیز بفرمایید کسی پرسش داشته باشه درباره نظام اقتصادی، نظام سیاسی و نظام آموزشی ایالات متحده خراسان، حکومت فدرال در تبعید ما در خدمت هستیم. افزون بر این نقطه مسئله تومار نویسی هم و ما تومار که اصلا آغاز کردیم و تقریبا چیز کمی 1000 نفر میشه به یاری خدا، 965 نفر تا اکنون امضا کرده و میشه که من افغان نیستم دوستان عزیز و شما میتوانید در این تومار دوستان دعوت بکنین، امضا بکنین و همه چیز که از رایگان است و از طریق change.org و دوستان اگر میتوانند امو پیوند اینجاش به اشتراک بگذارند و عالی میشود. بله اگر در این مورد هم کسی یک پرسش داشته باشه با کمال میل آزادی است، بفرمایید. دوستایی که ما را در تیک تاک دنبال دارن چیزی از به نام بگو لایف و بگو لایف بسیار یک پلتفرم خوبی است، ما را تقریبا 170 نفر بیننده هست و بیش از 17000 نفر تا حال دیده، بیاین اینجا میتونین که از این پلتفرم استفاده بکنین. بفرمایید دوستای عزیز کسی
پرسش داره ساسانی عزیز، شما دیگه هم پرسش دارین؟ صدامو دارید؟ صدام بهتر نشده؟ بله درست شده، بله درست شده. ایمان عزیز، بله بعد از ساسانی صاحب شما میتونید پرسش بکنید. بیاین پس بالا بیاین. این دوستمون آیدی ده بکنم سوال داشت اگر نبودید. بله آیدی ده، بله آیدی ده عزیز بفرمایید. بله گویای شما باز است. ایمان عزیز بیا بالا پس بیا. ایمان شما پایان رفته فکر میکنم. آیدی ده. خب سوال خودم یه است که به نظر یعنی هدف شما هدف خراسان یک اقتصاد تولیدی است یا یک اقتصاد تجارتی؟ چون مثال از سنگاپور زدید به خاطر اینکه سنگاپور اگر اشتباه نکنم یک اقتصاد تجارتی است یا حداقل تجارتی است. شما کدوم یک رو بکنید در اولویت دارید؟ مسئله سنگاپور بله چون از ما مخلوط از دو است، اما مثلا صادرات خیلی خوب داریم و هم که از پیشترم ما گفتم که ما میتوانیم که از تجاره ها را که از وساط بیشتر جلب جذب بکنیم. یعنی هر دو مخلوط از دو هست و از این دور ما میتوانیم که جذب بکنیم و جلب بکنیم. ولی مثلا سوئیس تولیدشان خیلی محدود است و یعنی نفت و گاز و تیل و اینا ندارن و بیشتر درآمدشان هم که است درآمدهای سیاحتی است و درآمده های صادراتی نیست بلکه تجارتی هست. تجارتی هم محدود مانده، بیشتر مسئله بانکداری هست در سوئیس و مسئله خود یعنی صادرات چاکلیت و لبنیات هست و همچنان مثلا ساتای رادو اینا هست و بیشتر یک کشوری است که تمام بانک های جهان نهادهای معتبر دنیا در اونجا که است. شما ببینید من پیشترم برایتون گفتم شما یک نهاد مثل ملل متحده در اونجا، یعنی ملل متحده که است مثلا کسی معاش باید بتده، یعنی اونا خواهد از اونجا کسی خانه داشته باشن نه؟ وا 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 مثلا بانک جهانی کجا است؟ و مثلا بانک جهانی یا همچنان که است خود یعنی نهادهای بسیار معتبری که است و تمام بانک ها را چک اند بالانس میکنن در کجاست؟ همیشه که از دست سوئیس است و دلایلش هم روشن است. یعنی سوئیسی ها نه تنها صادرات خود پول در میارن بلکه از نهادهایی که ایجاد کردن برای جلب دیگر نهادها دولت از او از اون و بیشتر مسئله ریپیوتیشن خود از سوئیس هست. هر کس علاقه داره پولای خود در بانکای سوئیس بگذاره و به خاطر که دلایل مختلف هم دارن بیشتر پولایی که در سوئیس مانده میشه کلش پولای سیاسی و دزدی هست و هیچ محدودیت موجود نداره. 1 میلیارد بیار 1 میلیارد تا سوئیس میمونه، برات کار نداره. و به این دلیل هم هست که تمام پولای افریقا که در سوئیس هست، تمام پولای کشور محمد قذافی در سوئیس هست و این یک جنبه منفی دولت سوئیس هم هست. در جنگ جهانی اول یهودا تمام پولشان را بردن، وقتی که یهودا دیگه نتواند پولی را که مثلا شما میتین شما باید اون پول را پس بگیره، نه پدرتان نه بچهتان، هیچ دیگه کس انتخاب نداره. 1 میلیارد بگذارین مردن، 1 میلیاردتون در بانکای سوئیس برای دولت سوئیس میمانه. به این دلیل هم جنگ جهانی اول جنگ جهانی دوم به میلیارد ها پول در بانکای سوئیس مانده. خود این مسئله یک مسئله بسیار کلان است ولی هیچ رای قانونی نداره که اون پولا را به دولت مثلا اسرائیل بده یا به امریکا، نه اون پول خودش است. اینی هم یکی از تکنیکای سوئیسی ها هستن دیگه. به هر رو از ما مخلوط از این دو هست ساسانی عزیز، ام بخش تجارتی و ام بخش صادراتی.
درسته. و نکته دیگه ای که هست با توجه به شرایط علمی که در خراسان هست و حتی در خاورمیانه، چقدر زمان به نظرت نیاز هست تا ما یک نسل یا چند نسل پشتوانه علمی که بتونن علم تولید کنن اگر در لحاظ پزشکی هست یا صنعتی هست، چقدر زمان میخواد و چه طرحهایی لازمه که این مسئله؟ من باور کامل دارم، من ایره تعهد برای شما 3 تا 6 ماه درآمدهای هر شهروند خراسانی به $1,000 ما کسب میتونیم که از تقلا بتیم 3 تا 6 ماه. چرا؟ بسیار ساده من برای شما میگم، ما متن در آوردم، اینا رو کلش برنامه ساختیم. مسئله استخراج معادل فعلا روان است، ولی به شکل گریتریه. 95% القاعده و آیسیس طالب میخوره و 5% به مردم نمیتن. خب وقتی که مثلا ما استخراج فعلا داریم، بله پترولیم تیم بی حد که هست، مثلا فعلا که هست ما پمپ کرده روان هستیم. اکنون که هست با دولت های قزاقستان، با دولت های قرغزستان و ازبکستان و چین و خود ایران و پاکستان هم کم، فعلا که هست استخراج کرده روان هستم به شکل 90% برای اونا، 7% برای این لاغستانی ها. خب وقتی شما این نظام از نظام اقتصادی را سرچپا میکنین، 90% برای مردم و 10% که از برای مالیات دولت، شما باور که مردم در کانادا چی میکنن؟ مردم میآید. ما خیلی متخصص داریم، خیلی مردم 21 سال امیر رژیم قوقاسالار خیلی دانشمند داره، ما با جامعه تقدیم چند میلیون با سواد ما فعلا که از پراگندش سراسر دنیا. از نگاه کادر و پرسنل ما مشکل مطلق نداریم، از نگاه سرعت بشری مطلق ما نداریم، در هر بخش ما متخصص داریم و کلش نسل جوان هم هست. شما ببینیم به هزارها ما سالانه فارغ تحصیل داشتیم. از کجا میدونیم؟ از دانشگاه امریکایی، از دانشگاه ساز ربانی، از دانشگاه مثلا تابش، از دانشگاه خصوصی، از دانشگاه کاتب هزار، دانشگاه کابل. و هر شهروند خراسانی 3 زبان عادی داره، زبان پارسی، زبان انگلیسی یا اردو یا روسی یا یک زبان دیگر. کامپیوتر تا قدر مراکز تحقیقاتی بود از اون وارد دگم میکنم. و همین گونه ازبک های ما خیلی به بورسیه گرفتن از ترکمنستان و ازبکستان و ترکیه، ولی همه چیز در به صفر شد چون نظام وجود نداشت. این 20 سال بعد دیگه باز نظام وجود نداشت. این طالب رفتنی اساسانی عزیز، مکمل طالب رفته، ولی دیروز قطر رفت دادن، قطر براشان اجازه داد درفش بالا بگیرن. قطر که اینا رو به وجود آورد، قطر که میلیون ها میلیون دلار کسب و سال میلیارد ها میلیارد دلار از اینا پیدا کرد، رشوت گرفت از کشور همسایه، براش اجازه ندن دیروز که بیرقشون بالا بکنن. تمام بیرقای دنیا بالا بود، یک خشتک ملامر پایان انداخته ای بود. ما اونو سخنگوی وزیر خارجه چی گفت آقای پتل؟ بسیار ساده آمد، گفت برادر اینا که از یک گروه تروریستی هستن، فعلا دلیل تروریست دادن. بعد از 3 سال چقدر اینا جان فشانی کردن، امریکا رو بیخی که از اونمو شرمگاه امریکا رو در دهن گرفته بودن، ولی امریکایی ها توفه در ایشان دیروز پری روز انداختن. ما خبرشان در خراسان انترنشنال برگزاری کردیم. ایران خودت بفهمیدی تاری نشناختی ها رو برسمید. پاکستان اصلا نشناخت. او برادر در بار نخست ساسانی سای وقتی طالبا به قدرت آمان 3 کشور بسیار مقتدر ایران شناخت. سعودی عرب بود، دبی بود و همچنان که هست سعودی عرب و دبی پاکستان، همه قطر دبی ایوی اینا رو شناخت برسمید. میدونی چی میگم؟ حالا هیچ کشور ایتالی از اینا مثل اولاغ استفاده میکنن. معادن ما هم اینمیان خرطوم چین 3 سال 2.5 سال چیده کم 3 سال شده که از بلغیده روان از کوههای ما را، آهن ما را و نفت ما را و گاز ما را، بدل اینکه یک سفارت سفیرشان پذیرفت، یک سفارت برایشان باز کرد. این که از رشوت سیاسی میگن. دقیقا من نمادش رو باهم نماد این بلاهای حاکم رو خوب تو ایران ما دیدیم، اما
یک ویدیوی دیدم که یکی از ملاهای راهنمایی رانندگی امارت بود که به طورش تئوری داشت سوال میکرد دنده رو چه دار عوض میکنی؟ با کدوم پا کلاژ رو میگیری؟ از اونجا بود که فهمیدم اینا اصلا هیچ علم و تخصص باور ندارن و قطعا چنین نظامی و چنین حکومتی باقی نخواهد نهد ثابت شده حکومتی که آزادی رو به مردم ندار و بایدون پیش نرم هیچ که حتی اگر بتون موفقیت اقتصادی هم برسه پایدار نخواهد. بله بله ادامه بتن چیز میگفتن صحبت های دام من سوالم یعنی شما اینجور میگید در مورد سوال قبلی که یعنی از نظر نیروی فنی مثلا اگر 5 سال 10 سال دیگه مثلا بخوان یک کارخانه موبایل سازی یک چیزی در افغانستان به صورت افغانستان به صورت مونتال یا به صورت شراکتی در بایی کشور دیگه ایجاد بشه آیا فکر میکنی با اون چیزی که خودت گفتی فکر میکنم گفتی ما نیروی فنی نیاز نداریم اینجا فکر درسته؟ منظورم از این است که ثروات بشری ما نیاز نداریم ولی این که مثلا در بخش موبایل مسائل تخصصی بله ما نیاز داریم منظورم این مثلا کارخانجات اتوموبایل یا مثلا کارخانجات خودروها اون بس علایده هست ما نیاز داریم. سوال اول من در باید این تکنولوژی های پیشرفته بود اون از ما نیازه که ما بتونیم نسلی پرورش بدیم که این کارها رو حداقل در سطح متوسط. بله مسئله استعاره گرفتن متخصصین از کشورها هست. مسئله جای پای باز کردن برای مثلا کارخانجات بلو چیپ کمپنی های بزرگ است. دنیا همین گونه است. این چه رقم رشد کرد؟ شما فکر میکنه این به قندی پشمک نیشکر لباس گاندی رشد کرد؟ هرگز نه. اندیا کارشان نمی است که اول شرایط امنیتی را مساعد ساختن، دومن مسئله لیبره مسئله کارگر مطرح ساختن و سه اون چیزی که بسیار مهم است مسئله نوعیت کارم بود و بیشتر اینا جذب کمپانی ها را جذب کردن با خود. دقیقا نگرش مونموت یک نگرش اندیگونه هست. شما مثلا وقتی که شما مثلا کمپانی های را از همسایه ها فکر بکن مثلا خودروسازی تاتا را از هند میگم که بیاین در شکردره و گلدره منطقه ما میخوایم که از کمپانی برای من تاتا باز بکنین مثلا تسلا. خب وقت تاتا را اونجا که از باز میکنه هدف ما چی است؟ هدف ما شغلزایی است. برای چقدر 10,000 نساجی گلبار بیش از 40-45,000 نفر کار میکنه زن و مرد در قرن 19 یعنی اول قرن 20. نساجی گلبار یکی از کلانترین فابریکا در سطح منطقه بود در جنوب آسیا روسا ساختن. شما ببینین که از موترهای خاص داشته از کابل گلبهار از گلبار در مناطق مثلا بیشترش همین حتی از کابل کاریگر داشتیم. خب اون کار 40,000 شما صاحب کار بکنین میدارین یعنی چی؟ یعنی 40,000 خانواده را شما که از برشان که از نام در بالای دسترخانشان آورده. ما این هدف اساسی ما هست که ما جلب سرمایه های بزرگ دولتی را از کشورها بکنیم. کشورهای ما برای ما میدهند. میدونی چرا؟ به دلیل ذکاوت ما، به دلیل سماجت ما، برای متانت ما و پشتکار ما و عشق و اشتیاق برای کار، برای پیشرفت، برای شما باور بکنیم. اینه میرم براتون تعهد میسپارم اگر رژیم ایران هم که از یک ویرایش بیاره من برایتون میگم از 1,000,000 ایرانی بیشتر از سراسر گیتی میه برای خدمت به ایران. ایرانی ها خیلی مردم وطن دوست وطن پرور وطن مادر دوست هستن. هیچ میگن ما نیاز نداره به شکل در طالبان رخصتی های ما رو میاییم در بخش فناوری که از کار میکنیم یا کارآفرین تربیه میکنیم یا کارفرما میشویم. در کانادا، استرالیا، بریتانیا ما خیلی متخصصین داریم، خیلی پزشکایی داریم، خیلی مثلا در اینجا یک نسل پیش آمده
ولی عاشق خراسان هستن، عاشق کار هستن، عاشق، ولی شرایط مساعد نشده. در زمان اشرف غنی احمدزی بیشتر تبارگمارانه کار کردن، تمام افغانا را از اروپا جلب کردن. اشرف غنی تمام دغیزم جمع کرد و بالا اینا کار برای نفع دیگران نکرد، برای خودشان و قوم خود کردن. کلشان کسایی که در انگلیس امریکا تولد شده بودن و از کودای 91 92 پول می گرفتن و برای غنی که است، شخصیت غنی به حیث یک جینگویستیک که است تبلیغ می کردن. غنی متفکر مغز اول است، غنی انگلیسی یاد داره، غنی پی اچ دی داره این داره، غنی ماستری در اقتصاد داره، غنی که از در بانک جهانی این کرده، غنی این کرده، غنی این کرده. اینی مشکل اساسی ما بود و واقعا که از ما باهاش داره میپردازیم شوربختانه. و ما به یاری از دانستان وقتی که داخل خراسان شدنی هستیم، مسائل استخراج معدن برای ما مهم است و اشتغال زایی برای ما مهم است، جلب سرمایه گذارها و جلب متخصصین، ریپاتریشن پروسس یا عودت مجدد مردم ما از سراسر گیتی، حتی برای 3 ماه و 6 ماه کمپانایی که ما در زمان عبدالله ایجاد کرده. وقتی کمپاین عبدالله سال 2007 بود، ما مثلا کمپاین را جور کرده، متخصصین از سر گیتی ها مثلا خواجه بشیر انصاری آمده بود در بخش های گوناگون که از کمپین میکرد، عین کمپاین را ما پس ایجاد میکنیم برای استخراج معادن، کم جور میکنیم در بدخشان و از تمام متخصصین ما در سراسر گیتی دعوت میکنیم، تیارشان را برایشان فراهم میسازیم، جای بود باشه را تش فراهم میسازیم، مثلا امنیت، مسئولیت و مسئله خود بیمه شان را که از شرایط شان را مساعد می سازیم و بیان به شکل دو طلبانه که از یک چیزی هم کمک شان میکنیم، مردم ما را کار یاد بتن، استخراج مادن به شکل مسلکی، مردم ما جان جان ای برش پیسه هم نتی، تکت تیارش هم خودش بک میکنم یا سرزمین خود را که از می خوابات بکنم. ما خیلی مثلا وطن دوست هستیم، خیلی وطن ما را دوست داریم، خیلی مردم ما را دوست داریم. شما میفهمین که این حس بسیار قدرتمند است، مثل امریکایی آوری. خب هر کس کشور خدا دوست داره، ولی ما بساب از کشور ما تبعید شده، مهاجر نشه مثل ایندیا و پاکستانی آوره برای اقتصاد، ایرانی ها از کشورشان تبعید شده. هر ایرانی رو بگه میگه ایران، هیچ دیگه برایشون چیز مهم نیست، میگن ایران، ولی تبعید شده. یا در نظام های مثلا شاهی، یا در نظام های مثلا فعلی، یا در نظام های گذشته. من هر ایرانی که اینجا دیده میگم چرا دوست داری، میگه وطنم هم.